پس از 14 ماه از حمله اعده‌ای به سفارت بریتانیا در تهران، روز یکشنبه سرتیپ پاستار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران از این حمله انتقاد کرد. به گزارش سایت خبر آنلاین، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در این زمینه گفت: در مواجهه با برخی مسائل باید دقیقتر عمل کرد و از انجام رفتارهای احساسی جلوگیری کرد. وی با اشاره به حمله سال گذشته به سفارت بریتانیا در تهران گفت که نباید با برخی رفتارهای احساسی در دام برنامه های آمریکا و اسرائیل گرفتار شد. در آذر ماه سال 1390، ادعای تظاهر کننده که برخی خبرگزاری های داخلی ایران آنها را دانشجو خواندند، پس از ورود به داخل سفارت بریتانیا پرچم آن را پایین کشیده و آتش زدند. همچنین در آن حمله افراد مهاجم با شکستن شیشه های این سفارتخانه برخی از مدارک و لوازم موجود در آن را بیرون کشیده و آتش زدند با این حال مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در حالی روز یکشنبه از حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرد که در آن زمان و پس از حمله به سفارت سپاه پاسداران به طور رسمی هیچ واکنشی نشان نداد با اینکه در برخی خبرها آمده بود که بسیج دانشجویی تعدادی از دانشگاه ها در این حمله مشارکت داشتند اما در گزارش هایی که از شبکه های خبری جمهوری اسلامی پخش شد این حمله را یک حرکت خودجوش مردمی عنوان کردند این اقدام دانشجویان خشمین در واقع پاسخی بود به اقدامات دولت انگلیس ملت, ملت ایران اما چند روز بعد از این حمله دامینیک چیلکات سفیر بریتانیا در تهران گفت که ایران کشوری نیست که در آن حمله به یک سفارتخانه بدون اطلاع و حمایت نظام انجام شود در آن زمان واکنش های مقامات دولتی و حکومتی به قضیه ی حمله به سفارت بریتانیا متفاوت بود علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ملاقات با وزیر خارجه آلمان از حمله به سفارت بریتانیا ابراز تأسف عمیق کرد حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیته روابط خارجی مجلس این حمله را بازی در زمین لندن توصیف کرد. سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده ی اصولگرای مجلس هم نوشت که حمله به سفارت بریتانیا از نظر ارزشی شباهتی با حمله به سفارت آمریکا در 13 آبان 58 نداشت. اما رؤسای قوای مقننه و قضایی این حمله را نتیجه عملکرد دولت بریتانیا و براینده افکار عمومی جامعه ای ایران تعبیر کردند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت حرکتی که دیدادی از دانشجویان انجام دادن یک نمادی از فضای افکار عمومی در کشور ماست در اکثر اقدامات ما مواجه هستیم با رفتار ماجراجویانه و موزیانه دولت انگلیس حمله به سفارت بریتانیا در تهران در آذر ماه 1390 با واکنش های شدید بین روبرو شد و در پاسخ به آن بریتانیا سفارت خود را در تهران بست و از ایران خواست تا سفارتش را در لندن تعطیل کند.